گو نشد. اوباما برخلاف قول‌هایی که در خصوص خروج سریع نیروهای امریکایی از عراق داده بود و بسیاری از مردم امریکا به این علت به اون رأی داده بودند، خروج نیروهای رسمی امریکا از عراق رو از 31 اوت 2010 به پایان سال 2011 موکول کرد. ولی رابرت گیتس، وزیر دفاع برگزیده جورج بوش، این حرف رو هم رد کرد و در دسامبر 2009 و در فوریه 2010 امکان ادامه حضور نیروهای امریکایی رو پس از 2011 مطرح کرد و مقاطعه‌کاران نظامی رو از شمول طرح خروج نیروهای رزمی معاف کرد. نیروهای مزدوری که در بسیاری از جنایات در عراق و افغانستان دست داشتند. باراک اوباما در سخنرانی انتخاباتی خود مقابل رای دهندگان آمریکایی گفت: در صورتی که رئیس جمهور شود، نیروهای آمریکایی را از افغانستان و عراق باز می‌گرداند. وی 11 ماه بعد به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده در یک چرخش آشکار از مواضع انتخاباتی خود در اعلام راهبرد جدید آمریکا در افغانستان مقابل نظامیان جمع شده در کالج نظامی وست پوینت در نیویورک دقیقاً ادبیات جنگ طلبانه جورج بوش را رونویسی و بازخوانی کرد. مهم است که ما به یاد داشته باشیم که اصولاً چرا مجبور به جنگ در افغانستان شدیم. ما این جنگ را در 11 سپتامبر 2001 انتخاب نکردیم. افرادی 4 هواپیمای ما را ربودند و از آنها برای کشتن 3000 نفر استفاده کردند. آنها جان زنان و کودکان بیگناه را بدون توجه به عقیده و نژادشان گرفتند. اوباما با ذکر این مقدمه خواست افزایش نیروهای نظامی در افغانستان را توجیه کند. من به عنوان فرمانده کل قوا اعزام 30,000 نظامی جدید را به افغانستان منطبق با منافع ملی ایالات متحده می دانم. افغانستان از دست نرفته، اما طالبان تقویت شده است. موفقیت ما در افغانستان به همکاری پاکستان بستگی دارد. ولی دکتر مارتین لوتر کینگ مثل اوبامای نامزد ریاست جمهوری عقیده نداشت که با جنگ میتوان مشکلات سیاسی و اجتماعی را حل کرد. من با جنگ ویتنام مخالفم، چون من عاشق امریکا هستم. من نه از سر خشم، بلکه از سر تشویش و غم درونی و از همه مهمتر با عشق و تمنا با جنگ مخالفت میکنم. تا یک مثال اخلاقی برای جهان باشد، من با این جنگ مخالفم، چون من از امریکا مایوس شدم و باید دانست که هر جا یأس بزرگی نباشد، عشق بزرگی هم نیست. فهمیدن این که چرا اوباما و کینگ هیچ نقطه مشترکی با یکدیگر ندارند کار چندان دشواری نیست. مارتین لوتر کینگ تمام عمر خود را صرف مبارزه با نظامیگری و استثمار اقتصادی طبقات فرودست جامعه و کشورهای جهان سوم کرد. این در حالی است که اوباما در خدمت صاحبان قدرت اقتصادی، بانکداران و طبقات حاکم است و صاحبان قدرت مالی نیز تقویت وی را برای پیشبرد برنامه‌های جهانیشان به نفع خود می‌دانند و از مدت‌ها پیش با تبلیغات مستقیم، با ساخت فیلم‌هایی نظیر 24 زمینه انتخاب شدن یک سیاه پوست برای ریاست جمهوری آمریکا را فراهم کردند. سیاه پوستی که هیچ قرابتی با سیاه پوستان کوچه و خیابان آمریکا نداشت و یکی از افتخارات میشل اوباما، همسر شیک پوش او، این است که لباسهایش آخرین مد لباس در اروپا و آمریکا است. جسارت مارتین لوتر کینگ در برابر روحیه تسلیم اوباما، این دو را با وجود شباهت در رنگ پوستشان دو چهره کاملا متضاد می کند. مارتین لوتر کینگ وقتی دید که لیندن جانسون رئیس جمهور و متحد او منابعی را که باید صرف بهبود طبقات فقیر می شد می خواهد صرف جنگ ویتنام کند، شجاعانه در برابر او ایستاد و مبارزه ای علنی علیه جنگ ویتنام به راه انداخت. این در حالی بود که مناسبات کینگ با جانسون
در تاریخ روابط یک رهبر سیاه پوست و یک رئیس جمهوری آمریکا بی سابقه بود. اعتقاد عمیق او به اصول اخلاقی و تعارف نداشتن با اصحاب قدرت موجب شد که او در میان اهداف والای خود و حفظ پیوند با قدرت اولی را انتخاب کند و با جان خود بهای اعتقادات خود را بپردازد. اجرای برنامه احیای ملی از جمله بهبود وضعیت رنگین پوستان در امریکا بدون کاهش نظامیگری و کاهش هزینه‌های نظامی امکان پذیر نیست، همونطور که مارتین لوتر کینگ هم در دهه 60 با اعتقاد به این موضوع و در اعتراض به ادامه جنگ ویتنام مجبور شد به مناسبات دوستانه خودش با لیندون جانسون پایان بده. ولی تعهد اوباما به افزایش 100,000 نفر نیروی نظامی امریکایی در افغانستان، افزایش بودجه نظامی به 855 میلیارد دلار، در حالی که مردم امریکا به شدت از پیامدهای بحران مالی جهانی در رنجن، نشون دهنده اینه که اگه مارتین لوتر کینگ زنده بود بیشترین حملات رو متوجه عمل کرد و سیاست‌های اوبامای سیاه پوست می‌کرد. واژه‌ای که در رقابت‌های انتخاباتی اوباما و در سخنرانی‌هاش بیش از همه تکرار شد رهبری بود. آیا اون در دولت خودش هم به این باور پایبند خواهد بود که کشورش برای نجات جهان برگزیده شده؟ یعنی همون ایده زهراگینی که اون تقریباً با همه همقطارانش در میان گذاشته؟ آیا اون همچنان بر رهبری جهانی ایالات متحده و مأموریت مسیحاییش برای در دست گرفتن زمام امور اصرار خواهد کرد؟ من امیدوارم بحران اخیر که بنیانهای امپراتوری امریکا رو به لرزه انداخته لااقل به کار واقعی گرایی و فروتنی دولت جدید بیاد. من امیدوارم این طور باشه و من امیدوارم اون حتی برای یک لحظه هم به دام این وسوسه نیفته. مارتین لوتر کینگ در برابر فضای نظامی موجود در اواخر دهه 60 آمریکا خواستار انقلاب در ارزش‌ها شد. در سخنرانی تأثیرگذار 4 آفریل 1967 دیدگاه خود را در مورد جنگ ویتنام اینگونه بیان کرد: انقلاب واقعی در ارزش‌ها بر نظم بین‌المللی دست خواهد گذاشت و در خصوص جنگ خواهد گفت این روش حل اختلاف عادلانه نیست. سوزاندن انسانها با بمب ناپالم، پر کردن خانه های امریکایی ها با زنان بیوه و فرزندان یتیم، وارد کردن زهر نفرت در رگهای کسانی که در حالت عادی انسان دوستند، بازگرداندن سربازانی که از نظر روانی دچار پریشانی روانی شدند و از نظر جسمی معلول، با عقل، انصاف و عشق نمی خواند. ملتی که سال به سال سرمایش بیشتر و بیشتر به جای بهبود اوضاع اجتماعی صرف دفاع نظامی می شود، به تدریج به مرگ روحی دچار خواهد شد. با این حال به نظر می رسد اوباما با افزایش بودجه نظامی آمریکا در زمانی که امکان درگیری نظامی به کمترین میزان رسیده است، کاملا در جهت خلاف باورهای مارتین لوتر کینگ حرکت می کند. میزان افزایشی که اوباما در بودجه نظامی اعمال کرده است در 10 سال آینده از طرح 1,000 میلیارد دلاری که قرار است برای بهبود اوضاع درمانی و بهداشتی مردم آمریکا اختصاص یابد فراتر خواهد رفت. افزایش بودجه نظامی برای کسی که در رقابت‌های انتخاباتی مدعی شده بود که امنیت را تنها در مفهوم نظامی آن نمی‌بیند بسیار شگفت‌انگیز است. آیا اوباما همچون سلفش تنها در خدمت منافع مجموعه های بزرگ نظامی است که برای افزایش سود خود نیازمند جنگ و درگیری هستند؟ عملکرد یک ساله اوباما مشخص کرد که او به هیچ کدام از آرمان‌های دکتر مارتین لوتر کینگ و خواست‌های جامعه سیاه پوستان وفادار نبوده است. علت آن هم روشن است. اوباما در ساختاری بر روی کار آمده است که به رئیس جمهوری امکان تغییر آن را نمی‌دهد و باراک اوباما زمانی که برای گرفتن تایید اعضای بیلدربرگ به هتل ماریوت
در چانتلی ویرجینیا رفته بود این را به خوبی می دانست. بنابراین او آگاهانه به اصحاب قدرت اجازه داد که از رنگ پوستش برای تحمیق رنگین پوستان آمریکا و همچنین نشان دادن پویایی ظاهری این کشور در جهان سوء استفاده شود.